یارم دیدار جان امکان گفت یه توانستی گل معنا شکفت. عرض ادب دارم و احترام خدمت شما همیانان عزیز و ارجمندم. منزل دیگر از سلسله برنامه نگاه و تلویزیون ایران فردا. این برنامه در جنوب کالیفرنیا تهیه میشه، در شهر استودیوها، استودیو سیتی همیانان ارجمندم. گفتگوی داشتیم با آقای دکتر مسعود نقره‌کار به مناسبت ماه اکتبر، ماه مبارزه با مجازات اعدام در سراسر جهان. خوشبختانه شمار زیادی از مردمان این دنیا گوش شنوا داشتن، از خرد پیروی کردن، مجازات اعدام رو لغو کردن در میهن و سرزمین خودشون. باز خوشحالی است، اما هنوز کشورهایی در دنیا هستن که روی مجازات اعدام پافشاری داره. در رأس همه اونها حکومتی که آخوندها در اون بر سر کارند و میل شهوی اونها برای ادامه قتل نفس در ایران با نام مجازات اسلامی. همین اخیرا در ارومیه حکمی صادر شد علی یک سارخ، یک آفتاب دوست هم میهنانم، قطع 4 انگشت دست او از انتها طبق ماده 278 قانون مجازات اسلامی. یعنی تمام انگشت رو میزنه از انتها که چیزی نمونه، فقط کف دست و شست او رو جا گذاشتن. دیوان عالی کشور هم در تهران این حکم رو تنفیذ کرد، یعنی قراره در چند روز آینده این حکم اجرا بشه. اینه اتفاقات داره در مملکت ما میفته، نشون میده که ماشین انهدام، ماشین تخریب، ماشین کشتار جمعی قرار نیست که از کار کردن باز بایسته. گردش ادامه داره. ما عملا وارد یه دور باطل شدیم، دوره 900 بار از تاریخ معاصر ایران، و اینکه مردم ما دائما شاهد باطل شدن شناسنامه جمعی از کارآمدترین فرزندان خودشون هستن. گفتگو داشتیم با آقای دکتر مسعود نقره‌کار، گفتگوی بسیار نافع. همیشه گفتگو با آقای نقره‌کار محصولش خیلی آموزنده است، خیلی محصول آموزنده است. تشکر میکنیم هممون از آقای نقره‌کار که به مسائلی پرداخته که در این دوران کمتر نسبت بهش دغدغه نشان داده شده، کمتر پژوهشگری. مثلا همین تاریخ لاتها، گنده لاتها در ایجاد خیزش های اجتماعی، حتی جنبش های اجتماعی، نیروهایی که در سایه روحانیت حرکت میکردن یا در سایه قدرت سیاسی مملکت، و این بار در سایه قدرت حکومت توانستن قشر نوکیسه ایران رو تشکیل بدن و به فرهنگ سوزی مشغول بشن. قشر نوکیسه که متاسفانه بیشترین انگیزش جنگ با فرهنگه و همه ارزش های فرهنگی میهن مملکت ما. آقای دکتر نقره‌کار درود بر شما. سلام و درود دارم برای شما و همینطور بینندگان عزیز برنامه. خیلی لطف کردی که دوباره در برنامه ما حاضر شدی، ممنونم ازتون. دکتر نقره‌کار، بار گذشته صحبت از این بود که ما شماری شخصیت هایی داریم در ایران که عملا در طول این 40 سال اخیر بی وقفه در کار کشتار مشارکت داشته. آقای اژه‌ایست، آقای پور محمدیست، خود آقای لاریجانی در رأس دستگاه قضاست، مجموعه قضاتی که زیر دست او کار میکنن، شمار زیادی از امامان جمعه که هر هفته تشویق میکنن مقامات رو به کشتن و کشتن بیشتر. مثلا آخرینش همین موضوع ارز بود، بالا رفتن نرخ ارز، هیچ کس طلب اعدام مسئولان این واقعه رو نکرد، نگفت که آقا اینایی که تو بانک مرکزی نشستن، دلال ها و واسطه ها در رأسش نمیدونم رئیس جمهور، و همه طالب اعدام آدم های کف خیابون شدن. یعنی آدم های برخی تویدستی که کار صرافی انجام میدن، به عرب و عجمی هم بند نیستند و به همین لحاظ شکار اونها خیلی ساده است و اغلب هم نیروهای انتظامی و نیروهای امنیتی اونم به سراغ این بیچاره ها در کنار خیابون که 100 دلار 200 دلار دارن و سرگرم معامله ارزی هستن.
سالم از شما بار گذشته که متاسفانه وقت نشد این بود که شما که پژوهش کردید در این زمینه بالاخره به چه نتیجه رسیدید؟ ریشه این میل شهوی در شماری از مقامات جمهوری اسلامی برای گسترش اعدام و کشتار و قتل نفس چیه؟ در کجاست؟ بله، من اشاره داشتم در گفتگوی قبلیمون که خب یک بحث روانشناسانه و روانپزشکانه هست که هر انسانی به هر حال یک ویژگی داره و اون ویژگی این هست که تمایل به اعمال خشونت و یا به قول برخی از روانشناسان بزرگ حالا مثل فروید و دیگران تمایل به امر تجاوز به حق دیگری و اینها درش وجود داره. اینو به لحاظ ساختار روانی ذهنی روش بحثای بسیاری شده، موافق مخالف، منتها این بحث هم شده که این امر هرچه جامعه متمدن‌تر باشه، دموکرات‌تر باشه، طبیعی است این امر به کمک قوانین و عوامل بازدارنده کنترل میشه حتی در خود اون شخص. ولی اگر در یک جامعه ای در یک شرایطی وجود داشته باشه که اون ویژگی تقویت بشه، از انسان واقعا یک موجود بسیار وحشی و غیر قابل کنترلی در امر خشونت میسازه. کما اینکه ما در حکومت اسلامی از این موجودات بسیار میبینیم، در این چهار دهه بسیار دیدیم، از خود آیت الله خمینی بگیرید تا دیگران، که به نظر میاد که به دلایلی این امر در اونها تقویت شده، عامل بازدارنده نبوده بلکه عامل تقویت کننده بوده. اون عامل چی هست؟ به نظر من مسئله مذهب و تشیع به ویژه با ویژگی هایی که داره، با قرائتی که اینها دارن. ممکنه خیلی ها الان قرائت رحمانی دارن میان مطرح میکنن، اونا یه بحثی دیگه است. این امر باعث میشه که از اینها چنین موجودات ساخته بشه و شکل بگیره. به یاد داریم که آیت الله خمینی مطرح میکرد چه بکشید چه کشته شوید در راه اسلام میرید بهشت. چه بکشید، ببینید در واقع که این که از سخنان ایشون هست، یک کسی که به این شکل کشتن دیگری رو تبلیغ میکنه و میگوید در واقع سرانجام این یک امر مذهبی است و شما میرید بهشت. دستاورد اجتماعیش برای خودش که این برداشتو داره و دیگرانی که به دنبال او هستن چه خواهد؟ و یا بسیاری از نمونه هایی رو میشه از حرفای ایشون آورد در مورد اعدام. من مشخص نمونه میارم که بحث رو انتزاعیش نکنه. در مورد اعدام به ایشون برخی ها گفته بودن اعدام ها کمتر بشه. من به یاد دارم که ایشان آمد مطرح کردش که اینهایی که اعدام میشوند اینها باید اعدام بشن. جامعه مثل بدن ما میمونه، اینها غده‌های سرطانی هن و ما وظیفه داریم این غده‌های سرطانی رو دراریم بندازیم بیرون. ببینید در واقع پس این نگاه و این فلسفه و این ایده چیزی جز خشونت و قتل دیگری بیرون نخواهد اومد. بعد هم خب توجیه‌های شرعی در موردش بود. الان شما ببینید ما در قوه قضایی در رأسش صادق لاریجانی رو داریم، به صراحت می آید می گوید اعدام در واقع یک پاره ای از ویژگی های اسلام است. اسلام به تعبیر خودش می گوید اعدام نص صریح قرآن است که قصاص رو در واقع مطرح میکنه و بعدم میگه یک امر دینی و قدسی است و اگر کسی با اعدام مخالفت بکنه مخالف اسلام است. برادر ایشون آقای محمد جواد لاریجانی، ایشون مسئولیت حقوق بشر اسلامی رو داره. در همین CNN در امریکا با ایشون مصاحبه میکردن و بنده گوش میکردم، از اعدام دفاع میکرد، از سنگسار دفاع میکرد و این رو به راحتی در واقع تلاش میکرد بقبولونه. بنابراین میخوام بگم که ما با یک حاکمیتی مواجه هستیم که حاکمیت اعدامه و کشتاره و خشونته. ریشه هاش هم جدا از عوامل فردی
برمیگرده به برداشت‌های مذهبی، یعنی منافع معنوی و طبیعی است. الان منافع مادی و مالی در واقع اینها رو در این مسیر پیش برده. اشاره هم داشتید که ما در واقع در حکومت به روشنی آدم‌هایی رو داریم که هم عامل قتل بودن و هم عامل، یعنی خودشون هم در کشتن نقش داشتن. بسیار اگر بخوایم الان اسم ببریم، آقای محسن رفیق دوست که اون همه مشاغل مهم در اون مملکت داشت و الان داره و جز الان در واقع یکی از بزرگترین ثروتمندان اون مملکت هست و اخیراً هم من شنیدم در آلمان با برادرش خانه خیلی در واقع میشه گفت خیلی به قول خودشون لاکچری خریدن و زندگی میکنن در شهر فرانکفورت. ایشون در واقع در خاطراتش خودش میگه من آدم کشتم. ایشون با چماق زده به در واقع کوبیده بر سر یک فردی و اونو به قتل رسونده که فکر میکرده اون مأمور دولت شاه بوده، فکر میکرده. بنابراین ما چنین قاتلانی در حکومت اسلامی کم نداریم. اینها الان دارن زندگی های با آرامش بسیار ثروتمندانه و در واقع راحت دارن زندگی میکنن در ایران و در خارج کشور به ویژه، در حالی که یک زن روستایی فقیر در ایران به خاطر تماس عاشقانه با یک مرد یا یک رابطه‌ای به اون شکل فجیعی سنگسار میشه، و یا یک کاسب ساده به خاطر اینکه میگویند به هر حال لطمه اقتصادی به اون جامعه زده به دار آویخته میشه. این یک فاجعه است که جامعه ما باهاش مواجه است و علتش هم من همونطوری که گفتم جدا از اون یک بخش سرشتی و ذاتی در مورد انسان مطرحه، بخش اجتماعی مطرحه، بخش عوامل محیطی مطرحه که مذهب و به ویژه تشیع با چنین قرائتی به گمان من یک عامل بسیار مهم است. جالبه آقای دکتر آمریکا، جمهوری اسلامی کارشناس مسلمان انرژی هستی رو کشته، معلم مسلمان رو میکشه، کارگر مسلمان رو کشته، کولبر رو کشته، پزشک رو کشته. چند تا پزشک کشته شما که آمار گرفتید؟ جمعاً چند تا گفت؟ چه تعداد پزشک؟ حدود بیش از 300 پزشک و کادر درمانی رو در ایران جمهوری اسلامی کشته. بیش از 300 پزشک؟ بله بیش از 300. یعنی گروهی قشری نبوده که در ایران مسئولیت داشته در مورد ایران، حتی کسانی که متدین بودن در همین چهریزه یا آقای سعید مرتضوی بچه‌ای رو کشته که یک خانواده متدین شیعی تعلق داشته، پسر او رو کشته، همین آقای مرتضوی. یعنی کسی نبوده، محدوده‌ای وجود نداشته، بنابراین کشتن انگیزه مذهبی نداشته، کشتن انگیزه مذهبی نداشته که بگیم اینا رفتن انتخاب کردن کسانی رو که باور ندارن دین و اندیشه اونها رو، در نتیجه سعی میکنن که اونها رو حس بکنن. پس میرسیم به فلسفه این حکومت. فلسفه این حکومت ایجاد رعبه، ایجاد وحشت. مثلا این کشتار کارشناسان محیط زیست که آخرین نوع کشتار بوده، کشتارهای زنجیره‌ای، 8 نفر رو یکجا در یک سقوط هواپیما در یاسوج از صحنه زندگی حذف میکنن، تعدادی هنوز توی زندان هستن. یعنی معلوم میشه که محیط زیستم یک خط قرمز امنیتی داره. اینا رو چطور میشه توجیه کرد؟ من اشاره کردم که الان اینها خودشون قرائت‌های مختلفی رو از مذهب تر میکنن. یکی میگوید یک قرائت رحمانی داره در مورد اسلام، یکی یک برداشت دیگه‌ای. اینها یک سری مشکلات، اختلافات و مسائل درون دینی هم وجود داره و در واقع خودی و غیر خودی بین خودشون رو هم اعمال کردن و این خط‌کشی هستش. واقعیتش این هست که این قرائت‌های مختلف و برداشت‌های مختلف
بدون تأثیر نیست. شما ببینید اینها فی الواقع بسیاری از همون ابتدا چون برچسب راحت زده میشه و برای دور کردن از خود و در عین حال اعمال اون چیزی که میخوان به راحتی عمل میشه. شما ببینید مسلمانه ولی بهش میگه منافقه، باقیه، و بسیاری از این نسبت ها برای اینکه بتونه فی الواقع اون رو حذف بکنه. این مشکلات درون دینی و این نوع نسبت ها و برخورد ها وجود داشته و داره. اینها حتی اصلاح طلب ها رو میگفتن که اینها از اسلام دارن فاصله میگیرن. بگمان من نقش مذهب رو تا حدودی باید دید، مذهبی که با برداشت های مختلف هست، ولی یک نکته مهمی که باید بهش اشاره کرد مسئله حضور در قدرت، حفظ قدرت، و مسئله مادی و اقتصادی هم هست. بنابراین الان در جمهوری اسلامی درست قرائت‌های مختلف مذهبی وجود داره، ولی اینها برای حفظ قدرت، قدرت سیاسی و منافع مالی و منافع اقتصادی خودشون دست به جنایت میزنن و خودیای خودشون هم میکشن. شما ببینید اینها برای حفظ قدرت از همون ابتدا اینها فرزندان خودشون رو هم کشتن، برای اینکه به دیگران بگم ببینید ما از فرزندان خودمونم نمیگذریم، حالا شما حساب کار خودتون رو بکنید. بنابراین باید دلایل مختلف رو دید. من یک دلیل رو در واقع چه به عنوان یک دلیل قاطع و تعیین کننده مطرح نمی کنم. میگم عوامل مختلف وجود داره که اینها دست به این کارها میبرن و یکیش همون قرائت های مختلف است. ولی مهم الان ما داریم میبینیم اینها برای حفظ قدرت خودشون به ویژه برای منافع فردی خودشون چه میکنن. نمونش شما در حوزه های قضایی و جنایت های خیلی آشکار رو به عنوان آمر و عامل مطرح میکنید، پنهانش و یا پوشیدهش هم وجود داره. شما ببینید الان وزیر بهداشت اون مملکت همین سخنرانی مجدد چند روز قبل کرده که میگوید نیازی نیست بسیاری از بیماران درمان بشن، یعنی باید بمیرن. خب این هم جنایت هست. یعنی این حکومت اسلامی شما از رأس هرمش تا قاعدش که بیاین میبینید در واقع با توجیهات و دلایل مختلف دست به جنایت زده و ریشه‌هاش هم به نظر من ریشه‌های متعددیه که هر کدوم جداگانه باید بررسی. گفتگو درباره مجازات اعدام برمیگردیم به دیگه. الان شما رو زیادی سریال وجود داره که در خود جمهوری اسلامی تولید شده یا فیلم هایی که موضوع دیگر رو مطرح میکنن و نشون میده که از زمانی که یک نفر محکوم میشه به اعدام، اگر به قشر تویی دست جامعه تعلق داشته باشه، چه فجایعی در انتظار بستگان اوست، همسرش، فرزندانش، پدرش، مادرش. یعنی از اون لحظه تکاپویی در بیرون از زندان شروع میشه که از خود اعدام بدتره، برای تهیه پول، برای تهیه پول که بدن و در واقع دیگر پرداخت بکنن بلکه بتونن فرزند خودشون نجات بدن. خب این نشون میده که از دید دستگاه قضایی در ایران و مواد موجود در مجازات اعدام یا مجازات های اسلامی نظر خوشی نسبت به افرادی به اصطلاح نظر خوشی به افرادی هست که متمولن، یعنی آدمی است که وضع مالیش خوبه، قادره به سادگی هر جرمی که مرتکب شد دیگر پرداخت بکنه، نجات پیدا بکنه. این افراد فرودست و فقیر جامعه هستند که محکومن یا اعدام بشن و خانوادهشون در عذاب و سوگ به سر ببرن. بعد از چی؟ بعد از مدتها رنج بردن در بیرون از زندان برای تهیه امکانات مالی به قصد نجات فرزندشون. آقای دکتر، در این زمینه آرزوهای روانیش واقعا تکان دهنده است. پاره از سریال ها وقتی آدم میبینه موی تن سیخ میشه که در اون مملکت چه میگذره و این چه انصافی است، این چه عدالتی است که به افراد متمول، افرادی
صاحب ثروت و آدمایی که دستشون به دهانشون میرسه فرصت رو میدن که مجازات رو بخرن و ایده‌ای که قادر به خریدش نیستن. بله، ببینید اصلا خود این جرم که اتفاق میفته، جرائمی که اتفاق میفته، واقعا ریشه‌ش رو خوب کار شده و تجربه شده و نشان داده شده که ریشه های در واقع جرم، مرتکب شدن یک جرم کجاست. شما همین قاتلین و بسیاری از کسانی که به هر حال در حکومت اسلامی اینها میبینیم که چگونه در موردشون رفتار میشه، حتی مجرمین مختلف نگاه بکنید، اینها غالبا از تهیدستان هستند و از گروه های اجتماعی فقیر. یعنی نقش میشه گفت مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی رو باید در بروز این جرایم دید. اینها قربانیان در واقع ستمگری اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی در جامعه ما هستند. حکومت اسلامی و حکومت‌های شبیه حکومت اسلامی در واقع به جای این که نمیخوان که برن اون مشکلات رو حل بکنن که جرم کاهش پیدا بکنه، در واقع روشی رو پیش میبرن برای اینکه بتونن اون حکومت خودشون رو حفظ بکنن. شما نگاه بکنید سنگسارهایی که در ایران اتفاق افتاده، شما یک زن و یا یک مرد متمول و یا حتی شهرنشین در یک معنا در اینها میدیدید غالبا روستایی بودن، غالبا فقیر بودن، در حالی که شما ببینید همین کاری که اینها میکنن در جامعه خود ما کسی که امکاناتشو داره اصلا یک تا حدودی چقدر الان رایج شده و بسیاری از مسائل دیگه. بسیاری از کسانی که به دار آویخته میشن، ببینید اینها یا مسئله فقر و بیکاری در رابطه باشون عمل کرده و یا بیمار روانی بودن. شما حساب بکنید که در یک جوامعی مثل اینجا بیماران روانی که مرتکب جرائمی میشن باهاشون چگونه برخورد میشه. اولا حکومت وظیفه داره که پیشگیری بکنه با شناخت بیماران روانی، به خصوص اونهایی که مسئله امر خشونت و اون برخوردهای ضد اجتماعی درشون قوی هست، اینها رو کنترل میکنن، شناسایی میکنن، درمان میکنن. یعنی تلاش در این راست. در حکومت اسلامی اگر جرمی اینا مرتکب بشن اون پیشگیری که وجود نداره، ولی اگر جرمی هم مرتکب بشن اعدام میشن. بنابراین میخوام بگم که در واقع حکومت اسلامی و حکومت‌های مشابه حکومت اسلامی میدونن ریشه بروز این جرائم و مشکلات کجاست، ولی خب قانون مجازات اسلامی در واقع دنبال تحکیم حکومت و در واقع اون کیانی که خودشون میگوین برای حفظ اون کیان هست. بله، عدالت در ایران، عدالت اسلامی رو شما پول داشته باشی راحت میتونید بخرید و قابل خرید و فروشی. و ما الان داریم میبینیم که در واقع قربانیان این ستمگری ها چه کسانی هستن، در حالی که عوامل اصلی رو شما در ایران داریم میبینید. این زندگی های مرفه، لاکچری در داخل، به قول خودشون میگن لاکچری، تو دهن منم افتاده، شما در داخل و خارج ببینید چگونه دارن زندگی میکنن یه عده‌ای و در ازاش یه عده‌ای دیگه کلیه میفروشن، چشم میفروشن، نمیدونم اعضای بدنشون رو میفروشن برای اینکه بتونن ادامه زندگی بدن. این فاجعه ایست که من فکر میکنم در ایران شاید ما کمتر شاهد بودیم. در این 40 سال اخیر شاهد هستیم حکومتی که قرار بوده مدافع مستضعفان باشه قربانی مستضعفان شده، یعنی در واقع مستضعفان رو قربانی کرده. و جالبی که این خشونت از بالا آمده، این خشونت رو حکومت به جامعه تحمیل کرده. یعنی اغلب کسانی که امروز محکوم به اعدام میشن واقعا هم تو که آقای دکتر نقره کار گفتن، اینا قربانیان اون خشونتی هستن که حکومت به جامعه تزریق کرد. دوستی از تهران آمده بود، 1 ساعت ایستاده توی میدان و شمار 1 ساعت اونجا بوده، 10 کتککاری، شاهد 10 کتککاری بود، بیشتر بین سرنشینان اتومبیل ها که از پیاده شدن به هم
دست به گریبانشون هم دیگر کتک زدن. این خشونت که در جامعه ایران نبوده که، ما دوران قبل از انقلاب رو به یاد میاریم همین. این خشونت رو حکومت اعمال کرده، خشونتی که اغلب کسانی که مسئولان عمده مملکت به حساب میان در قتل نفس شرکت داشتن، مشفق قتل نفس بودن، آدم کشتن و از آدم کشی لذت میبرن. چون وقتی صحبت میکنن، این در خطیب نماز جمعه تهران هر هفته که صحبت میکنه حتما گریزی میزنه به اعدام، نشون میده که واقعا یک میل شهوی نسبت به قتل در وجود این آدمه، دوست داره شاهد دیدن مرگ دیگران باشه، مرگ دیگران رو نظاره بکنه، عزا و سوک بستگان او رو با چشم ببینه، لمس کنه. خب اینا امروز دارن در حکومت ما، در مملکت ما حکومت میکنن و اینا تصمیم گرفتن که ایران رو منهدم بکنه. این نوعی ایران ستیزیه، نوعی ایران ستیزی یا فرهنگ سوزیست که به طور مداوم تو این 40 سال ادامه پیدا کرده تا به امروز که حالا که وضع خرابتر شده هنوز هم به دنبال راه چاره میگردن. روزنهی که پیدا کردن تکرار اعدام هاست یا تشویق اعدام هایی بیشتر، یعنی میگنش راهی نیست. حضور آقای خامنه ای در استادیوم و دیدارش با بسیجی ها اثبات کرد که ایشون داره به زبان بیز به مردم میگه ما هیچ راه حلی برای اصلاح امور و رفع این بحران ها و برون رفت از این تنش نداریم الا همین ارتش شخصی و خصوصی که ملاحظه میکنید، با اینها میخوایم از پس مشکل بر بیایم. نیست؟ کاملا. ببینید خود یه دقیقه وقت داریم، یه دقیقه آقای برقی کار بفرم. همین بحث اعدامی رو که با هم کردیم، به ویژه اعدام در ملای عام و یا شلاق زدن در ملای عام، قطع دست در ملای عام و این نوع فجایع، اینها در واقع مهمترین عامل در تشویق خشونت هستند در جامعه و مهمترین عامل هستند برای اینکه بتونن خشونت رو در جامعه نهادینه بکنن. کسانی که این صحنه‌ها رو می‌بینن بدون تردید خب واکنش طبیعی نسبت به رخدادهای اطرافشون نخواهند داشت. همونطور که گفتید در واقع حکومت نقش اصلی و مهم داره در آموزش و مرئی کردن خشونت، ببخشید حکومت در واقع نقش داره در این رابطه و ما میبینیم حکومت اسلامی چه از رسانه هاش چه در ملای عام و به هر شیوهی که تونسته فی الواقع مشوق خشونت بوده و عامل بسیار مهم و اصلی همین خود حکومت اسلامی است. دکتر مسعود نورکار عزیز، سپاسگزارم از حضور شما، تشکر، تا دیدار دیگر. من هم تشکر میکنم.